قوم نو علیه سلات و السلام چطوری دوچار شرک شدن؟ خب ابتدا بحث محبت انسان های صالح بود اومدن مجسمه های اونها را ساختن که وقتی اونها را میدیدن بیشتر یاد خدا بیفتن نسل بعد که میاد تعظیم اونها احترام اونها به این تصاویر و این مجسمه ها بیشتر میشه نسل بعد که میاد اینو میپرستن دیگه اینجاست که این صد ذریعه میگن که منتهی نشود به یک چیزی که یک چیزی که مباه است حالا یا جایز هست منتهی میشه به چیزی که حرام هست و نادرست یا شرک هست این دو تا بس هم تو ما در قرآن هم داریم وقتی میفرم که ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله ادم بغیر علم صد زریه هست که میگه شما به خدایانی که میپرستید میشن بد نگید که این آبدین کسانی که اونها را میپرستند از روی جهل و نادانی و حماقتشون به خدا بد میگن یعنی پس خدای شما همین گونه هست همین گونه که اون آخوند وقتی که داشت متاسفانه این درکشون نسبت به خدا این هست میگه وقتی که اه اه توی بقیه بودیم یک وهابی افغانی اومد تسبیحشو انداخت و گفت که یا حسین یا حسن بده به من گفت ها کو خداتون کو حسن حسین نتونست کار بکنه میگه منم قلم گفتم که خب یا خدا یا جبرائیل اینو بده دقت کنید صحبت کردن با این گونه انسان ها این گونه هستا فیسب الله عدوا بغیر علم همین ها خدا را بد میگن در حالی که این آخوند اینقدر احمق و نادان هست که نمیدونه که خداوند که نمیدونه یا خداوند به من من و شما قدرت این قدرت رو داده آیا این بزرگان این قدرت رو دارن ذاتن داشتن میتونن به دیگران بدهن بحث اینجاست ولی همین که دقت کن بحث اینجاست که سب غیر خدا نکنیم چیزی که پرستیده میشوند یک احمق مثل اون آخوند میاد میگه که بله ای, ای خدا پس این قلم به من بده ای جبرائیل این قلم به من بده این میشه درکش و شعورش این میشه سب خدا کردن توسط یک آخوندی آخون که ادعای دینداری هم میکنه ولی به خدا داره اهانت میکنه اینجاست که بعد انسان در برخورد با این گونه انسان احمق و نادان خیلی مواظب باشد که چیزی نگوید که اونها بیان به خدا هم اهانت کنند و از جمله این وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم نهی کردند که مقبره ها را قبرستان و انسان مسجد قرار بده یا توی مسجد نباید قبر باشه یا توی قبرستان مسجد بنا نشود الان شما دقت کنید گنبد و بارگاهی که ساخته میشه بر روی گنبد و بارگاه ها قبر درست می قبر درست می شود بر روی این قبر ها خب این وسیله است برای واقع شدن در شرک اگر چه امکان داره کسی در ابتدا در ذهنش نباشه اما به مرور دیگه هم به مرور زمان میبینیم که پرستیده میشه پیامبر به خاطر اینکه پرستیده نشود این قبر فرمان این کار انجام ندید همینطور که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که فرمودن که در خانهشون دفن شود ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها فرمود از ترس اینکه مبادا مورد عبادت قرار بگیرد قبرش